خب با عرض سلام خدمت دوستان، امیدوارم که حال همتون خوبه، خوش و خرم و سرور هستید و در دنیای مجازی مثل عقاب اوج گرفتید. تو دنیای مجازی میشه مثل عقاب اوج گرفت، حتی در ایران کسانی که با کلاغ سیاه ها زندگی میکنن، از سر تا پا مثل کلاغ سیاه لباس پوشیدن، کثیف هم هستن، بو هم میدن. آدم ها یاد داستان عقاب دکتر خانلری میندازه که کلاغه میبره سر سفره خودش و یه گند زاری بوده که روی تعفن میداده، عم در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر، ابر را دیده به زیر پر خیش، حیوان را همه فرمانبر خیش. بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک تاق ظفر، سینه کبک و تزور و تیهو، تازه و گرم شده تومه او. اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. همونایی که سیاه میپوشن میخوان درس بدن، شستشوی مغزی بکنن، اونایی که در ایران هستید. ولی با این حال بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دقیافته بود، گیج شد پس دمی دیده خیش، دلش از نفرت و بیزاری ریش، یادش آمد که بران اوج سپهر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. آره، اون وقت چشماشو باز میکنه و دیده بکشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینها نیست، آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. خب ناراحت میشه دیگه، بال بر هم زد و برجست زجا، برجست زجا یا برجست زجا نمیدونم، به یارو کلاغم میگه، گفت که یار ببخشای مرا، سالها باش و بدین عیش بناز، تو و مردار تو عمر دراز، من نیم در خور این میهمانی، گند و مردار تو را ارزانی، مال خودت باشه. ولی تا دم مرگ حتی گر بر اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد، شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر اون مانده شگفت، رفت و رفت بالا شد و بالاتر شد، راز با مهر فلک همسر شد. لحظه ای چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود، خال شد. امیدوارم که همه شما هم اوج بگیرید و خال بشید. شبتون خوش.